گفتیم شما خودتون رو زدید به اون راه. آسیبایی که بزرگان هم از این فضا میبینند کمتر از کودکان نیست. منتها خب شما اینجا ظاهرا حساب رو جدا کردید. به هر صورت امیدواریم انشالله با اقداماتی که دولت انجام داده در زمینه امنیت این فضا و ایجاد سامانه پالایش محتواهای غیر اخلاقی و نظارت و دقتی که همه خانواده ها دارند بر نحوه استفاده صحیح و مؤثر از این فناوری ها در خانواده ها برای کودکان و فرزندان و نوجوانان، این بهره وری از این شبکه ها به حد کامل برسه. خب با توجه به آسیب هایی که در مورد اینترنت گفته شد، به خصوص ناامنی که امروز خود غربی ها هم احساس می کنند به دلیل اینکه نمیشه روی اینترنت اطلاعات حیاتی و اساسی کشور رو قرار داد، ما خوشبختانه در برنامه پنجم پیش بینی کردیم که شبکه ملی اطلاعات رو در داخل کشور ایجاد بکنیم. البته حرف‌های زیادی در مورد این شبکه به خصوص دشمنان زدند و این نشون میده که این اقدام ما مؤثر بوده. اعتراف کردند که بحث توسعه پهنای باند داخل کشور و امکان امنیت با این شبکه در کشور فراهم شده و انشالله میریم که با جداسازی شبکه هامون در مرحله اول و بعد ایجاد مراکز داره در داخل کشور تا سال 92 و نهایتا تکمیل و استقرار این شبکه ملی در پایان برنامه پنجم به صورت کاملا مستقل و امن و پایدار بتونیم انشالله مسائل ارتباطی داخل کشور رو مدیریت بکنیم. نکته دوم که مورد توجه بوده و در برنامه های این حوزه قرار داره، توسعه کاربردها و فناوری های بومی بوده و اقدام نسبت به صادرات که امیدوار هستیم این باعث ایجاد دولت الکترونیک، باعث شفاف سازی و حل بسیاری از مسائل و مشکلات مدیریتی باشه که امروز ما بعضن به دلیل عدم یک پارچگی اطلاعات در کشور با اون روبرو هستیم. این از برنامه های جدی کشور هست و همطور که عرض کردم دولت دهم به عنوان اولین دولت الکترونیکی توسعه خدمات متعدد الکترونیکی رو در برنامه کار خودش داره که شما هم ملاحظه می فرمایید چقدر این عرصه در تجارت، در بانکداری، در خدمات مختلف دستگاه دولتی توسعه پیدا کرده تا این سالهای اخیر و البته این تا پایان برنامه پنجم کامل خواهد شد. و محور آخر، توسعه همکاری های منطقه‌ای و بین المللی به خصوص با کشورهای اسلامی در توسعه محتوا و اینکه یکی از اهداف اصلی ایجاد شورای عالی فضای مجازی به فرمان مقام معظم رهبری این بود که انشالله با همت شما مردم عزیز و گرامی ما اون سهم خودمون رو در تولید محتوا، البته محتوا الان خیلی تولید میشه در کشور، تولید علم، تولید دانش، تولید محتواهای مهم و مؤثر، ولی اونچه که در شبکه‌های جهانی در دسترس مردم قرار گرفته این تا به حال محدود بوده و اینکه ما به زبان فارسی انشالله بتونیم این محتواها رو در اختیار عموم قرار بدیم با خدماتی که نظیر خدمات ترجمه به زبانهای زنده دنیا و اینکه همه مردم دنیا بتونن از این معارف بهره‌مند بشن، این الان برنامه اصلی است در این حوزه. امیدواریم با حمایت شورای عالی فضای مجازی این اتفاق هم در کشور بیفته. در پایان از خداوند متعال برای توفیق خدمت به مردم متدین و انقلابی ایران اسلامی و توفیق رساندن پیام امت اسلامی به همه دنیا و انشالله تلاش هایی که همکاران بنده و همه دستندرکاران این حوزه داشتند مورد مرزی پیشگاه خداوند متعال بوده و مایه امید ایجاد نشاط و شادابی و رفاه اجتماعی و ارتقای کیفیت زندگی برای همه ملت ایران و امت اسلام بوده، خداوند رو به خاطر این نعمت سپاسگزارم. برای همه شما عزیزان، نمازگزاران عزیز،
آرزوی توفیق و ورود در دهه اول ذیحجه و بهره‌مندی از این ایام عزیز رو دارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.